درود و عرض ادب خدمت یکایک که شما دوستان و هموطنان عزیز و گلم. امروز سوم سپتامبر 2024 برابر با 12 شهریور 1403 خورشیدی و سال 2583 شاهنشاهی ایرانی. با افتخار در خدمتتون هستم با یکی دیگه از ویدیوهای کلاب هاوس، اتاق بسیار جنجالی و پرحاشیه‌ای که آقای رایان عباس‌زاده و کیخسرو گذاشته بودن. قرار بود این اتاق دوره همی باشه. آقای سعید سکویی بعد از مدت ها تشریف آوردن توی کلاب هاوس و در این اتاق شروع کردن صحبت کردن، اما آقای سعید سکویی متاسفانه یه جاهایی بازی خوردن، این شکلی بذاریم بگم بهتره، توی چتروم اتاق داشتن ایشون رو تحریک میکردن که ایشون یه جاهایی هم اپوزیسیون و جمهوری اسلامی و همه رو با همدیگه میخواست محاکمه بکنه و بعدش هم ایشون که داشت صحبت میکرد شخصی به اسم رؤوف، دوستانی که نمیشناسن این رؤوف کیه، این رؤوف 14-15 سال پیش به تلویزیون همایون زنگ میزد، رسما بارها خود همایون گفته بسیجی بوده و همایون رو تهدید میکرد به مرگ. بعدن 3-4 سال پیش توی کلاب هاوس آقای همایون که اومد این رؤوف هم پیدا شد و با هم دوست شدن، طوری که دیگه لقب پسر معنوی همایون توی کلاب هاوس به این آقای رؤوف رسیده بود، تا اینکه توی جنبش زن زندگی آزادی رؤوف و منظرپور اتاق میزدن و مردم رو تشویق میکردن به آدمکشی و مسلحانه جنگیدن و این داستان ها. اما این آقای رؤوف همیشه آخر حرفاش مشخص بود، یه شخص فوق العاده بی سوادی که خالی میبست من نمیدونم فوق لیسانس اقتصاد دارم، بعدا معلومه که اصلا دیپلم هم انگار نداره، توی انگلیس میگفت دانشگاه هستم ولی هیچ دانشگاهی نبوده. و این آقا اومد زمانی که سکویی داشت صحبت میکرد، سکویی رو با یهو میکروفون باز کرد، سکویی رو با فخرآور مقایسه کرد و سکویی به خاطر اینکه دفاع از کیانش بکنه، این شکلی میگم بازی میخوره آقای سکویی بعضی موقع، شروع کرد با این آقا جر و بحث کردن. یه شخص دیگه هم توی اتاق بود با اکانت دد، اسم اکانتش بود و اونم از طرفدارای جمهوری اسلامی بود. و خلاصه توی این حرفها رکسان گنجی هم آوردن پشت پرده این اتاق، که آقای رایان عباس‌زاده آخر اتاق شاکی شد و اتاق رو ول کرد رفت. مشخص بود پشت پرده اینا حالا برای خنده، برای مأموریت، برای پروژه، برای هر دلیلی که داشتن بلند میشن. مثلا وقتی آقای سکویی داره صحبت میکنه یهو رؤوف این شکلی تیکه میندازه، بعد یه عده از طرفدارای فخرآور آوردن توی اتاق که توی حرفای آقای سکویی بپرن و رکسان گنجی دعواش با سکویی شدید شد. و آخر این اتاق هم جالب بود، این پروژه بازیاری که راه میندازن آخرش بعدن یه اصلاح طلب بیاد بگه چرا به زن ایرانی توهین کردین، که آقای اصلاح طلب زمانی که دخترای 16 ساله تو ایران دارن تجاوز و کشته میشن خفه خون گرفته هیچی نمیگه، ولی اینجا میاد از بانوی ایرانی دفاع میکنه. بانوی ایرانی از همه جا باید ازش دفاع کرد، سیاست دوگانه داشتن مشخص میشه که دوم خروس این آقایون و خانم ها میزنه بیرون. بگذاریم، این اتاق آخرش دیگه با هرچی که جلوتر رفت این اتاق جنجالی تر و بعد پرتنشتر شد که آقای عباس‌زاده اتاق یه بار ترک کرد، دوباره اومد و به رؤوف چیزایی که باید میگفت درست گفت و رفتش. آقای سکویی هم ترک کرد اتاق رو و خلاصه این جریانات این ویدیو هستش. نگاه کنید لطفا تا آخرش، جالبه توی حرفای اینا خیلی چیزا بعضی موقع در میاد. بی‌انصافیه اگر من از دو نفر که اصلا توی این اتاق نبودن باید تشکر بکنم، حسین باستانی و سپهر محی‌الدین توی کلاب هاوس موضوعیابی میکنن، میکردن چون الان خیلی وقت نمیان، اما دست روی هر کسی که گذاشتن یه زمانهای حتی همون موقع خیلی ها باورشون نمیشد، اما یک ماه، دو ماه، گاهن 6 ماه بعدش گند اون طرف در اومد و مشخص شد که کجای این داستان ها ایستاده و سرش زیر عبای کدوم آخوند هستش. تو این اتاق هم یه چند نفری بودن که بچه ها قبلا اینا رو به عنوان مزدور معرفی کرده بودن،
خیلی ها باورشون نشده بود، اما دیدیم که توی این اتاق چجوری پشت اتاق گاوبندی میکنن که بیان و اتاق رو طوری به هم بریزن که آخر اون پروژهشون اجرا بشه. ببخشید اگر زیاد صحبت کردم. دوستانی هم که تازه اومدن توی کانال ما، من اول هر ویدیو داستان رو تعریف میکنم که قضایا توی اون اتاق به چه صورت هستش، که اگر تمایل داشته باشید بشینید و اتاق رو تماشا کنین و گوش بدین، چون دوست ندارم اگر کسی توی این وضعیت اقتصادی بد، مخصوصا بچه‌هایی که توی ایران هستن اینترنت میرن میخرن، بخواد اینترنتشون حروم بشه برای یه چیزی که ممکنه اصلا علاقه نداشته باشن. برای همینه که من داستان‌های اتاق‌ها رو در ابتدا میام و تا حدودی سعی میکنم تعریف بکنم، البته از جذابیت داستان کم نشه. دوستان لایک و کامنت یادتون نره. الگوریتم یوتیوب این شکلیه، اگر لایک نکنید ویدیو در اختیار مخاطبین کمتری قرار میگیره، به تعداد لایک و دیسلایک ها الگوریتم یوتیوب ویدیو رو بالا میبره. اگر هم در خارج هستین و خواستین کانال رو حمایت بکنید، میتونید از طریق گزینه های تانکس و جوین این کار رو انجام بدید. زنده باد ایران و ایرانی با شرف. لعنت به هرچی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب، به هر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری کثیف اسلامی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا کنه. قربونتون برم، دم همتون. نه بشنویم آقای سکویی رو. بسیار عالی. پس برسیم خدمت جناب آقای سکویی. درود بر شما آقای دکتر سکویی. من مدت ها هم بود ایشون رو نشنیده بودم در فضای کلاب‌هاوس. آره منم تعجب کردم حضورشون رو. تقریبا یک شاخ زیتون متقابل به مهر به خیش ترقی کردم. گفتم حالا ما رو هم دوست داشتن، به درب خانه ما زدن یه لحظه. خب عرض ادب و احترام دارم خدمت ادمین های محترم، جناب آقای عباس‌زاده عزیز، خانم ها و آقایانی که در اینجا هم حضور دارند. حضور مبارکتون عرض کنم که نظر بنده است. می توانند بزرگان در اینجا هم پژوهشگران، دانشمندان، نوابق در موردش اگر بخواهند تجزیه و تحلیل کنند. به نظر بنده هیچ جامعه ای به ویژه جوامعی نظیر کشور ما ایران که کثیری از مردمش در باطلاق‌های ایمان‌خویی، ایمانداری، دین و مذهب فرو چکیده شدند، نمی‌توانند یک شبه یا حتی در یک قرن به آزادی‌های آرزویی خودشون دست پیدا کنند، مگر اینکه روشنگران، روشنفکران، شخصیت هایی که آکادمیست هستند، تحصیل کرده هستند، شخصیت هایی که زاییده فکر و تفکر و اندیشه های خودشون رو میخوان بارور بکنن و کردن، نه اینکه کانت چی گفت، اون نمیدونم آرنت چی گفت، این چی گفت. بسیاری از ما هنوز چون تفکرات داریم به سر میبریم. انسان باید بکوشه هنر گسستن از تمام قل و زنجیرهای متابعتی رو، مطیع بودن رو، تسلیم بودن رو، تقلید کردن رو از وجود خودش با مسئولیت و آگاهی و اراده خودخواسته واقعیت پذیر بکنه. من حتی شک دارم 1% در بین تحصیل کردگان ما که دیگه سطح بالای جامعه رو گرفتن حتی در تمام دنیا به این واقعیت رسیده باشه. زیرا زمینه های رشد و بالندگی که بتونه درخت پربار آزادی رو امکان پذیر بکنه و به ملتی بهره برسونه، میبایست بدون هیچ تبعیض و تمایزی که جامعیشه داره در ایش زندگی میکنه، خصوصا افراد تحصیل کردهش، کنشگرانش، آکادمیرهاش، مردم عادی، اینها بتونن در گستره گسستنها و وداع ابدی با زنجیرهای عقاید اسیر کننده که اونها رو نگه داشته یه تلاش بایسته و شایسته و پرگیر بکنه. شما توجه بفرمایید در همین کلاب ها یا در تمام این رسانه هایی که 100 تا 200 تا 500 تا هستند،
تمام این کنشگران، تمام این بزرگان، تمام این تأثیر کردگان، تمام این اساتید که میان دارن راجع به چی صحبت میکنن. خب حالا بشینیم ببینیم آقای پزشکیان میخواد چی کار بکنن. خب حالا مثلا ببینیم در اربعین چند نفر رفت، چند میلیون رفتند. برای من سعید سکویی زمانی که خاتمی اومد دو دوره ریاست جمهوری کرد، تمام بطن وجودی و موجودیت این رژیم رو درک کردم. همه شون با همه. بزرگشون عرض کنم که ملتی که عقیده، دینی، مذهبی، ایدئولوژی، نظریه‌ای که بر ذهنیتش مسلط بشه، وجدان و روح و روان و شعور و فهم انسانیتش رو در چنگال یک نیروی استبدادی و یک امریه‌ای که خودش رو اصیل و ذلیل میکنه. در تمام این دوران 50 سالی که من در خارج از کشور زندگی میکنم، به ندرت 2-3 نفر رو دیدم که اومدن جلوی تلویزیون ها نشستن، زودم پنچرشون کردن کنارشون در مورد موزل این دین اسلام که اصلا این ربطی به جامعه من، به عقبه من، به تاریخ من نداره، چرا صحبت نمی کنند؟ همه تو ایران نشستن همین تلویزیون ها رو دارن نگاه می کنند. چرا؟ چون اینها میخواهند، یه عدهشون که خود توسط حکومت اسلامی دارن روزشون رو میگذرونن، اینها خواهان این هستن که اندیشیدن در سطح اسفالت شده مسائل و موزلات در کشور ما بماند. نزدیک به 1 قرن آزگاره کنشگران عرصه های کشوری، اجتماعی، تحصیل کردگان پرفروغ ایران زمین در درون و خصوصا در برون مرز افتخار و شرف و غرور خودشون میدونن که فقط سایه باشد. کسایی هم که هنر و استعداد و ظرفیت موجودی خودشون رو در سایه بودن، متابعت و حالتهای انعکاسی قرار میدن، هیچگاه نخواهند توانست بر تاریکی های جامعه خودشو پرده افشانی کنند. چرا؟ چون هیچ اصالتی خودش زایندگی نداره تا بتونه گوهر تأملات و تجربیات و کنجکاوی های پرسش ها سخن سخت گوشی ها سنجشگری های خودش رو روشن و تابان بکنه. یک جمعی باید دور هم جمع بشن این کار رو بکنن. خب من سوال میکنم از شما عزیزان، چرا به رغم این همه فلاکت ها، زلالت ها، حق هایی که بر وام وطن و مردم میهن من رو رفته، هنوز که هنوزه کنشگران، تحصیل کردگان ایرانی در سایه ها ماندند و متابعت ایمان خویی خودشون رو هنوز که هنوزه بسیارانی افتخار و هنر میدونند؟ چرا؟ واقعا باعث تأسف و شماتت شدیده که تحصیل کردگان و کنشگران ایرانی حسب دیدگاه‌های شفاهی و تحریری خودشون تا به امروز اثبات کردند که به اندیشیدن درباره ایده‌های حکومت، دولت، قانون، حقوق، آزادی، بک‌گراند‌های تاریخی، اقتصاد و غیر و ذلک توانمند و مستعد نیستند. برای همین این بیرون یه 10-15% اپوزیسیونه، یه 60-70% یه اپوزیسیون حکومت اسلامی هستند. غیر از این که نیست که، دروغ که معمله میتونیم بگیم که کدوم اینها اصلا نشستن یه تیمی تشکیل بدن که بگن حکومت آینده ایران، دولت آینده ایران، قانون اساسی ایران، حقوق، آزادی، اقتصاد، غیر ذلک چگونه باید باشن؟ 50 تا قانون اساسی هم نوشتن، همه کپی شده از هم دیگه، یه دونه اضافه دونه کم کرده. چرا؟ به دلیل اینکه ذهنیت اعتقادی خودشون رو در سمت و سوی متابعتی، منفعل بودن،
در زیر سیطره اعتقادات راسخ و رایجی که قاپیدنی در سطح جهانیه. اون اقتصاددان ببینیم چی گفته، اون رمان نویس چی گفته، اون عالم چی گفته، اون فیزیست چی گفته، اون شیمیست چی گفته. هیچگاه نتوانستند بنمایه های تفکراتشون رو، تفکرشون رو درباره ایده ها به صفات مشخص و تأکیدی و رنگ ریختگی که آلوده بهش هستن خودشون رو جدا بکنن. میشینم من ببینم مثلا تاجزاده چی اومده میگه، گور پدر تاجزاده، اونم تخم همین هاست. چند نفر از شما میتونید بیاید به سعید سکویی ثابت کنید این مرد 6 ساله تو زندان بوده؟ همه با همه. چند تا اتاق تو اینجا میزنن یه سری کثافت اصحار دلب مادر قهوه میشینن و با هم ببینیم حالا آقای پزشکان چه کار میخواد. بحث سخیف، بحث های بیمغز و به اصطلاح بیمایه تحصیل کردگان ما، کنشگران ما درباره مثلا ما حکومت سکولار دموکراتیک میخوایم، نه آقا ما لایتیسه میخوایم، نه آقا ما سوسیالیستی و لیبرالی و همساله هم میخوایم. مباحثی که ناآگاهی و بیسوادی اونها رو در رویکردشون، رویکردهاشون از یک طرف برای شناخت اصولی و ناآگاهی و بیسوادیشون برای صرفاً به این علت که آنطور که باید و شاید تاریخ و فرهنگ ایرانی رو نمیدونن و از طرف دیگه نداشتن شناخت عمیق و ظریف و مایدار و انگیزشی از مبانی و تار و پود سیر تحولات تاریخی و فرهنگی باخت در زمینان. ما اصلا نمیتونیم سکولاریزمی که توی سوئد یا سوئد یا دانمارک یا فنلاند هست رو داشته باشیم تا زمانی که ملت ما در مالی خولی های مذهب داره به سر میبره. اگر هم بگید نه من دیگه نیستم دروغ میگه، برای هر روز بلنگوها الان 50 ساله دارن فریادشو میزنن براشون تو گوششون. اونایی که میخوان ایده حکومت و سیستم کشورداری رو به صفتهای سکولار و دموکراتیک و لایتیسه و اسلامی و سوسیالیستی و امثال هم آراسته بکنن، کوچکترین شناختی از فلسفه کشورداری ندارن. چرا؟ چون ناخودآگاه یا از قصد و غرض و مرض به تمایز و تبعیض و تحقیر طبقه بندی کردن آحاد جامعه، انسان‌های جامعه سال‌های سال دارن تلاش میکنن به جای اینکه ذهنیت مردم رو نسبت به درک و فهم و برداشت دقیق و رسا داشتن از معانی ایده های حکومت، دولت، حقوق اساسی، قانون و غیر ذلک بخوام راهکاری کلیدی نشون بدن. هموطنان نازنینم، عزیزان دلم، آدمایی که نمیخوان، انسانهایی که نمیتونن به خودشون هیچ تغییری رو بدن، مدام در حال فکر کردن به تغییر دنیا هستن. چرا؟ چون واقعیت‌های زندگی رو در چارچوب ذهنیت خودشون مطابقت میکنن و در هر بودی که تصور پذیر باشه رویدادها و زندگی انسانها و مناسباتشون رو در تضاد با ذهنیت آکبندی خودشون، ایمانی خودشون، متابعتی خودشون، عقاید و بیلیف های خودشون دستبندی میکنند. بزرگترین خیانتی که به ملت ایران در طول 50 سال گذشته شده بیشتر از این آخوندهای پفیوز بیشرف حرام زاده این اپوزیسیون برون مرزه، این شخصیت های تقلبیه که 40 ساله نشستن سکولاریزم، ازدی، اون ما این هر 6 ماه پلن و اینها در فردا ایران باید بیان تو ایران محاکمه بشن، از بزرگش که رضا پهلوی باشه بگیری بیای تا پایی. اینها به ملت ایران کمتر از آخوند خیانت نکردن. من تمام.
من خیلی دوست داشتم، خسته نباشید آقای سکویی، مطالبتون مثل همیشه پرشور. خیلی دوست داشتم یه سوالی بپرسم از ایشون، ولی نگرانم که خیلی به اطاله بکشه، چون دوست داشتم سکا خانم سهیلا رو هم بشنویم و سوالمو میپرسم و امیدوارم که کوتاه پاسخ بدن. در واپسین مؤلفه های مطلبتون خواهان محاکمه دست جمعی همه کسانی شدید که به نحوی به جریان اپوزیسیون منتسب هستن، حتی شاهزاده رضا پهلوی. خب چی میمونه؟ اپوزیسیون دیگه من نفهمیدم این رو. کی میمونه؟ چی میمونه؟ آقای عباس‌زاده، چیزی هست مگه که چیزی ازش بخواد بمونه؟ چرا داری خودتون رو گول میزنی؟ مگه چیزی وجود داره؟ همون شاهزاده عزیز چی کار برای این ملت کرده تو این 40 سال؟ تمام این کنشگران، دانشمندان، بزرگان، تحصیل کردگان چه غلطی کردند؟ تونستن 5 تاشون بغل دست هم بشینن؟ یا فقط به فکر منافع خودشون بودن؟ آقای کیخسرو، من میرم پایین. خامنه ای بیشتر از دکتر سکویی فکر میکنه پهلوی خطره واسه جمهوری اسلامی. من برای شما آقای دکتر سکویی، من شما رو نمیشناسم، براتون متاسفم، ولی آقای خامنه ای اگه اجازه بدین من میرم پایین شما شنونده. من عذر میخوام آخه، اینکه واقعیت دادم که منبری، ببخشید، من سپاسگزارم. نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. خب اجازه بدین آقای عباس‌زاده هستن، دارن صحبت رو ادامه میدن دیگه. آقای سکویی، من صحبتام تموم شد کیخسرو جان، خیلی سپاس. این عقیده منه، اشتباه شاید دارم میکنم. در نوع خودم هم به عنوان یک ایرانی، در کمال صداقت، در کمال وفا و صمیمیت برای مردم کشورم تلاش کردم، تا همین الانم هم دارم میکنم. هرگز هم ادعای رهبری رو میخوام این کارو بکنم و اون کارو بکنم این حرفا رو هم نکردم. همیشه هم جلوی زور و این گونه مسائل در خارج از کشور ایستادم و میدانم که در این خارج و همین آمریکا که من زندگی میکنم و در همون لندن و پاریس، شخصیت هایی رو میشناسم که اینها تا دسته دستشون تو دست آخوند هاست. همون هایی که وقتی بالای پشت بون مدرسه علوی امیران ارتش من رو، بزرگان کشور ما رو اعدام میکردن، مثل بوزینه بالا پایین ملق میزدن، میگفتن الله و اکبر خمینی رهبر. حالا اپوزیسیون، بله، ببینید جناب آقای سکویی عزیز، خانم الهام عزیز، شما گارد گرفتید. البته آقای سکویی که میشناسی، خودشون یکی از پیشگامان احترام به شاهزاده رضا پهلوی هستن. مقداری دلایه داشتن از مدل کنشگری یک شخصیت مورد علاقه شما لزوما نافی تلاش های پیشینی ایشان نیست. این یک بود. دو، شما تشریف نداشتید آقای سکویی عزیز. خود من این خانم هنوز به دنیا نیامده بود. فریادهای سعید سکویی، جاوید شاه تو تمام این لس آنجلس میپیچید. خب الان من اشاره کردم، آگاه شد، دستم بلند کرد، عرض ادب ویژه کرد دیگه. من یه لحظه بذار نکته بگم جناب آقای سکویی عزیز. ببینید آقای سکویی، مایکتون بازه، من فکر کنم، من میخوام این نکته بگم، پیایند مطلب شما. ولی نمیدونم چرا بسته نمیشه. خب مهم نیست، شما مخاطب مایک منو ببندید. آره، ببینید در فراز اول مطلبم اتفاقا به موضوعی که شما اشاره کردید، ببینید از این که بخشی از مشکلات جامعه ایرانی در اردوگاه دموکراسی خواهی یا در تلاش جمعی برای عبور از نظام اهریمنی حاکم، بخشش خود اپوزیسیون هم بود آسیب شناسی بشه، منم اشاره کردم اتفاقا. اصلا یک، چون آقای کیخسرو اصلا سوال رو اینجوری در آغاز اتاق از من طرح کرد که چه میبینی، چرا ما اینجاییم، مقصر چی و این حرفا، من یک بخشش رو گفتم. اصلا اساسا بخشی از این مقصر جریانیست موسوم به اپوزیسیونی که خودش از جنین 57 زاده شده و الانم گفتمان هژمونه. من در این رابطه با شما موافقت دارم عزیز، اینو رد نمی کنم. ما شخصا یک کدواژه‌ای هم دادی، یک روزی بیام لس آنجلس، در اون کدواژه هم دردها خالی خواهم کرد و سخنها خواهم گفت در رابطه با، بله، جای دیگری هم مطلع شدم، کشته شدن ارتشیان و کسانی که می جهیدند و می پریدند و خوشنودی می کردند و بیاید بیاید ناجی رو دارن می کشن و اینها، و امان از آن روزی که من بخواد دهانم باز شه،
خیلی دارم خونه دل میخورم این روزها. بخش عظیمی از مشکلات کشور ما جریان اپوزیسیونی است که جنسن خمینی خوی و خمینی خواهه. من این رو در آغاز مطلبم گفتم. ولی نظر به ایستا نبودن ساحت سیاست و پویا بودن سیاست و در مسیر اتخاذ مکانیزم های راهکاری کار کردن، ناگزیریم به در واقع ارائه راهکارهای خاص. افرادی مثل حضرت عالی، بله، در روشنگری و نقد خب خیلی من مطلعم، خوب کار کرد. فقط هم که در همین حیطه نمیتونیم بمونیم. 57 بوده، قادسیه ثانی بوده، ایران رو ویران کرده، اینا حاکمن. برای برون رفت باید چه کرد؟ اونها رو باید سی با رهیافت ها، تعیین رهیافت و راهکار پیش ببریم دیگه. در این پیش رفتن ظرفیت هایی که اطراف ما هست قابل ملاحظه هن. به علت اقتضای سیاست بخشی از این ظرفیت ها با ما همسویی همه جانبه ندارن، اما ظرفیت هن نمیتوان نادیده انگاشت. اینجا یعنی آغاز سیاست ورزی عملگرایانه برای عبور از یک بحران بزرگ. یعنی خورد از بعضی وقت از خورد بحران یک کمک میگیری که اصل بحران رو بزنی. از این منظر سیاست ورزی عملی یک حلقه مفقوده هست در میانه به هر روی اردوگاه اپوزیسیون. اجازه بدیم این بحث رو میبندم، چون دوست دارم دیگه دوتا کاربرم حضور دارن. سرکار خانم سهیلای عزیز از من نمیشناسم، اولین باری میبینمشون، و یک کاربری با دو حرف د که نمایه ای از رویکرد اربعینی داره. من در چتروم سوال کردم که این کاربر کیه، کسی میشناسه؟ خودش برگشت نوشت که من یکی از اون 3 میلیونم. 3 میلیون رو من در بخشی از مطلبم اشاره کردم و بالیدم به اون جریانی که به هر روی در مقوله اعتراض انتخاباتی سال 88 3 میلیون ملت اومد خیابون. گفتم اصل اون کار یک کنش اعتراضی متعالی بود. ایشون گفت من یکی از اون 3 میلیونم. نظر به احترامی که حالا ما معمولا برای خانم ها داریم، خانم ها اصولا کم حضور ترن، سهیلای عزیز رو میشنویم و بعد آقای کیخسرو رو ادامه میدن. با پوزش. نه خواهش میکنم خانم سهیلا بفرمایید. درود بر شما. اون 3 میلیون هم ببخشید، اون 3 میلیون هم آقای عباس‌زاده میتونیم بگیم که عمله های استبداد، البته توهین‌آمیز نیست، ترم سیاسیه. سلام، وقتتون بخیر، انشالله که همه گه شب خوبی داشته باشید، البته اونهایی که ایران تشریف دارن. ممنون از اساتیدی که این فرصت رو به بنده هم دادن. من عرض به خصوصی نداشتم، فقط احساس کردم که مایکه یکی از دوستان باز هست مثل که بسته شده. بله، من احساس کردم که از اساتید و دوستان در مواقعی که میخوان نظر خودشون رو مطرح بکنن، خواسته ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، به یک قشری از مردمی که در داخل ایران هستن و یک تصمیمی گرفتن توهین میکنن و با الفاظی اونها رو خطاب میکنن که گویا ناآگاهانه خواستن که تصمیمی رو بگیرن، و یا اگر تصمیمی گرفتن از روی هیجان بوده یا بیخبری بوده. روی صحبتم با این عزیزان هست که هر کسی برای خودش میتونه نظری داشته باشه و محترمه، ولی خواهشن به اون کسایی که رفتن رأی دادن، آقای دکتر پزشکیان رو تایید کردن، تایید که البته خب انتخاب کردن به خاطر تغییر حداقلی شرایط، به این افراد احترام بگذاریم. اینها کسایی هستن که در داخل ایران زندگی میکنند، چاره ای ندارن جز رو کردن به تغییرهای حداقلی. عزیزان مایی که در خارج از کشور و یا حتی داخل کشور ایدالی فکر میکنن، دوست دارن ایران هم مثل سوئد بشه، مثل کشورهای اروپایی جهان اولی بشه، ما هم دوست داریم، ما هم خیلی دوست داریم این اتفاقای خوب در ایران بیفته، اما واقعا از چه راهی، چطوری میشه؟
من با فرمایشات آقای دکتر سرکویی موافق نیستم از فرمایشات اولیشون، ولی با فرمایشات آخرشون موافقم که فرمودن که واقعا اپوزیسیون شاید آسیب خیلی زیادی زد هم به جنبش های آزادی خواهانه که در داخل ایران انجام میگیره، اعتراضاتی که صورت میگیره، یعنی اعتراضات رو به سمت چطوری بگم یک حالت تمسخرآمیزی ببرند و اون پیام اصلی رو که اون اعتراضات میخواستن برسونن رو اجازه ندادن حتی اون پیام ها برسن. برای همین من احساس میکنم که این مسئله رو منم موافقم باشون، اما خواهش میکنم از کسایی که هیچ راه حل عملی برای برون رفت از این شرایط ندارن و فقط شعار میدن، به این تغییرات حداقلی که ما خودمون رو راضی کردیم به این تغییرات حداقلی احترام قائل بشن. ممنونم از فرصتی که به بنده دادید. بله خواهش میکنم. خب حالا میخواین نکته کوتاهی بگم، اول اینکه خیلی ممنون از مشارکتتون سرکار خانم سهیله عزیز، من اولین بار با شما دیدم نمیشناختم. دو اینکه هیچ کدوم از مخاطبان محترم در استیج هیچ گونه اسای ادبی نکردن، کمنگاری ما تو نکردن برخلاف رویه معمول خیلی از اتاقها به کسانی که مثلا مشارکتی در انتخابات به مسابقه یک اکت در داخل برای خودشون پذیرفتن. اما نکته ای که من بایستی محضر شما بگم این که شما خیلی تاکید دارید به حد اقلی. ببین ملت ایران دیگه واقعا اینقدر چرا حد اقلی؟ شما میگی که هیچ گونه وعده عملی که نمیتونن بکنن شعار ندن. عملی چی منظورتونه که اپوزیسیون بیاد مبارزه مسلحانه کنه؟ قطعا در چنین وضعیتی خودش رو قرار نمیده. عمده اپوزیسیون روی هم رفته منهای یک گروه سیاسی نظامی مشخص در یک اردوگاهی که زندگی میکنند و پیشینه مبارزات مسلحانه دارند و یک گروه مسلحانه قومی دیگر بخش ملت اعتراضی ایران اساسا این رویکرد رو ندارن. اگر عمل این مد نظرتونه، اساسا رویکرد جنبش مدنی به مبارزات دموکراتیک مد نظرشونه، حتی سخت سرترین کنشگران در حوزه اپوزیسیونی. این یه بوده قضیه است. ضمن اینکه شما هم حق اظهار نظر داری، بنده همینطور. واقعا ما حق نداریم این میزان دموکراسی نیم بند حد اقلی. آخه چه مگه این ملت بزرگ چرا اسیر حد اقل ها بشن؟ چرا سطح بالاتری آخه حد اقلی رو تجربه کردیم از اینکه حد اکثری تر رو در دوم خرداد داشتید، اون که حد اکثر بود. حالا به این حداقلی که با یک بازه تفاوت 2 میلیون ره این تأثیری داره بر فضای کشور به گمان شما، حداقلی که صراحتن میاد میگه که رأی بدید من هماهنگ کردم، و جالب اینجاست که مقام عالی هم میاد بهش میگه که بله با ما مشورت گرفتن، بعضی ها رو تایید کردن، بعضی ها رو تأکید کردن، و یه درو هم که نمیشناختم نظری ندادم. حالا وزیر جهاد و کشاورزی مثلا نمیشناخت آقا. خب این که خب هست دیگه. اگه این هست دیگه برای حد اقلی چرا تلاش میکردید؟ اگه همه چی قرار بود هماهنگی با آقای خامنه‌ای باشه، خب بود دیگه. چرا اصلا جنبش 88 براش بلند شدید؟ تمکین کنید. البته روی سخن من به شما نوعی عزیز بزرگوار، خود نکرده اگر کلام منم شتاب برداشت، ساحت شما بزرگواران که اینجا حضور پیدا کردید دارید گفتمان رو پیش میکنید عزیزه، میخوام بگم که این روی کرده حد اقلی رفرمیستیک میتونه از منظره بسیاری از عزیزان ما در جامعه ایران به مساوی فرصت طلبی هم تلقی بشه دیگه. آخه تا به کی؟ کشورهای بسیار کوچک منطقه با یک دهم ظرفیت اقتصادی و منابع طبیعی ایران عالمگیر و عالمتاب شدن و من بیام دنبال حد اقلی بگردم؟ ببخشید آقای عباس، خیلی عذر میخوام. ببینید من هم خیلی دوست دارم که خواسته های حد اکثریمون انجام بگیره، ولی در شرایط کنونی و با امکاناتی که الان هست، با شرایط سیاسی که الان حاکم هست بر ایران، چه کار میتونیم بکنیم؟ با رأی ندادن ما تجربه اینو نشون داد که هیچ اتفاق مثبتی برای ما نیفتاد، که هیچ
به ضرر ما تموم شد. ما چقدر افرادی اومدن و از به گولی ایگوشون متورم شد که نباید این اتفاق می افتاد و این به ضرر ما شد. رأی ندادن ما اثر مثبتی در زندگی ما، زندگی روزمره ما که بخوایم لمس کنیم. منی که تو ایران زندگی میکنم اتفاق نیفتاد. خیلی ممنون که میخوام بحث ادامه پیدا نکنه، ولی اینو بگم که رأی دادن شما نه تنها ببینید آقای عباس‌زاده، یه دونه اینو عرض کنم، من چشمایکم ببندم. کمترین تغییر اینه که من الان دارم خیلی راحت در مورد اعتراضاتی که انجام گرفت توی جلسات اداری صحبت میکنم و هر کسی که از اعتراضات به عنوان اختشاشات حرف میزنه بلند میشم و در مقابلش وای میسم و هیچ کس نمیتونه دیگه به من چیزی بگه. ولی چند ماه پیش این اتفاق نمیتونست بیفته. الان کسی وقتی از اعتراضات به عنوان اختشاشات صحبت میکنه اخراج میشه از دانشگاه، ولی چند ماه پیش برعکس بود. به نظر من این خودش خیلی تغییر مهمی از قابل قبولی و مهمه. بله. خیلی ممنون. من ناگزیر شدم باز یه توضیح کوتاه که خواست بجون، بعد چون دو سه تا مهمان دیگر اومده میخوان صحبت کنن. آقای سکویی اگر مطلب اسمم پوزش میخوام ناگزیرم ببین سرکار خانم ساحلی عزیز، این مسیرها رو رفتن مردم ایران. این عبارات توی ادبیاتو شنیدی؟ میگم اصلا از دولت دوم خرداد که دیگه اون اصلا حاملی گفتمان بود، یعنی در توازن قوا هم پشتیبانش هاشمی ها بودن. خب همین حرف هم زده میشد که جامعه مدنی و آزادین و قتل های زنجیره ای میشد. شما اول دوم اختشاشات برای نهادینه کردن این کلمه عزیز روزنامه نگار مظلوم روبوده شده جان باخت. روح الله زم جلوی خبرنگار بازجو اینو گفت. این دستاورده؟ من که خیلی دور میبینم، ولی چون میخوام اتاق بچرخه این بحث رو میبندم و ادامه میدیم دیگه. ببخشید. آره بسیار عالی. بذاریم یه دو تا از ازرون بشنویم. آقا دیده رو هم بشنویم، احتمالاً با ایشون هم یک آره خواهیم. آره من میخواستم مستقیم برم سراغ آقای دیده. من فقط قبلش نکته کوتاهی رو بهش اشاره بکنم، حالا در رتبه صحبتایی که این خانمم کردن. ببینید یه بحث برمیگرده سر اینکه شما واقعا این تحولات رو تحولات ویترینی در نظر بگیرین. به فرض مثلا شما یه صحبتی رو میتونستین بکنین، نمیتونین الان بکنین، الان میتونین بکنین، اینها یه بحث این مستش که شما بریم ببینید در عمل چه اتفاقاتی افتاده. الان این جوانهایی که در هفته های گذشته پرپر شدن جلوی چشم من و شما، همین دولت به اصطلاح آقای پزشکیان چه برخوردی نشون داد در رابطه با پرونده خانم آرزو بدری به فرض، با همین عزیزی که چند روز پیش در این پاسگاهی این جنایتکاران به طرز فجیع کشته شد. خب ببین اینا کارهای عملی هستش، اینو واقعا به نظر من باید یه مقدار عمیق‌تر به مسائل نگاه کرد. خب آیه دده بذاریم ما شما رو بشنویم. پس دد هستم، دده نیستم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از کنم خدمت آقای این مخاطب من خانمی بودن که رفتم پایین. مخاطب خانمی سوال خانم می‌خواستم ببینم شما تو کدوم نام زندگی میکنید، چون که من اتفاقا آقای رایان از باسفور اشتباه برداشت کردم. من از اون 3 میلیون نفری بودم که رفتم رربعی، دو 3 میلیون نفری که اعتراض میکرد. چقدر امتیاز مثبت خوبی بهت دادم. پس از حد من اتفاقا هشت تعجب کردم. شما آقا آقای دد بگو بشنم یکم شما رو. من 88 از اردبیل نه دد نیستم. دد مخفف پدر بزرگی در روسی به معنی ددوشکا مخففمونه. از کنم جناب آقایون من با حرفای آقای رعوف موافقم. این خرد جمعی که اومدن شما همه آقایون عزیز اومدن عزیز صحبت کردن، من خرد جمعی که اطراف خودم میبینم، دوستان میگم ما اطراف خودمون ناراضی میبینید. خب انسان ذاتاً اون چیزی که دوست داره میبینه. من اولا رود از روزه دارم میام، اطرافیانم هم همه نگاه میکنم، همه اهل روزه، همه اهل چیز، همه هم طرفدار جمهوری اسلامی هم الحمدلله. پس باید به اون چیزی که کف خیابونه اتکا کنید. شما میگید خرد جمعی، من یه مثال عمومی میزنم که هم بین برانداز و هم غیر برانداز مشترک باشه. ببینید ما میدونیم که صنایع اتومبیل، مثال میزنم، مثال صنایع اتومبیل سازیمون ضعیفه. دولت داره بدترین اتومبیل ها رو به بدترین گرانترین قیمت به مردم میفروشه. در آخرین ثبت نام 3 میلیون نفر رفتن ثبت نام کردن، 3 میلیون خورده.
یعنی این پولو داشتن که یه پول برن یه جنسی که میدونن گرونه برن بخرن. من خودم شخصا داشتم، ولی به خاطر اینکه از نظر دینی و به خاطر اینکه از عمل از نظر عملکرد دولت ناراضی بودم، با وجود اینکه به ماشینم احتیاج داشتم نرفتم بخرم. آخه دد عزیز اینم 3 میلیون بود دیگه، فکر نمی‌کنی همونایی ان که عزیز ناجان دل ببینید این من با آقای رؤوف موافقم. من 10 ثانیه تموم میکنم بعد شما صحبت شما رو میشم. من نظر کلیم اینه که من با نظر آقای رؤوف موافقم. این خرد جمعی نیست، این نق زدن دست جمعی. و سلام علیکم برم. حالا شما بفرمایید که اولا که محضر دوست کلاب هاوسی بچه ها آقای رؤوف مخدوش شد به دفعات وقتی بهشون اظهار ارادت میکنی، چون ایشون هدف دیگری داشت از اون نکته که گفت با این روی کرده که شما داری متفاوته. ایشون انتقادی داره که اون جمعیتی که تحت عنوان 3 میلیونی میرن اونجا به مثابه نشانه های افول تمدنی و ارزش های ضد انسانی داشت تلقی میکرد که بخش از جامعه ایرانی به این گرداب گرفتار آمد. از این منظر آقای رؤوف دمانن تحلیلشون بوده. شما تحلیل خانش مثبتی کردی. نکته بعدی این که 3 میلیون خب این میتونه یک سهمیه هم باشه که خودرو خب بالا توضیح دادن. شما رو اصالتاً روستباری یا روسی؟ و نکته بعدی اینو جواب بده، اصالتاً کجایی هستی؟ روسی؟ من پدر مادر مهسا قفقازم. در باب آقای رؤوف هم عرض کنم خدمتتون که من با آقای رؤوف میدونم که من آقای رؤوف از نظر فکری مخالف هم دیگه. فردا روز اگه تو میدون شد من و رؤوف روبروی هم خواهیم وایساد. این کسایی که نق میزنن اینا همش خواهند پشت دیوار خونه هاشون از زیر پتو نق خواهند زد. فردا اگر اتفاق بیفته 88 تکرار بشه 98 تکرار بشه، امثال رؤوف اون طرف خطن، امثال من این طرف خطن، ما ایم که با کف خیابون، نه اون کسایی که نق میزنن. البته میتونه تاکتیک و گرا باشه در میدان، به هر روی همکاران قدیمی همدیگه رو پیدا در حال میکنه. جناب رایان عباس زاده، ما میدان گرفتیم 57، شما که از شورش میگید هر چیز، میدان رو ما گرفتیم با 10% با 13%، پدران ما گرفتن، من که نبودم. خب اون میدانم تا حالا اداره شده، حالا چه خوش اداره نشد دیگه. من... خونها نه ببینید ببین اجازه بدی جناب الان شما تو مراسم روزخانی هستی، اتاق پشتی هستی، اومدی اینجا یا کجایی؟ نه روزه تمام شد اومدیم الحمدلله نشستیم خونه. آیا عباس زاده اجازه بدین صحبت کنه، داره واقع گرایانه صحبت میکنه. جناب عباس زاده هدف حفظ جمهوری اسلامی بوده، الحمدلله رب العالمین تا حالا حفظ شده. بله. من منظورم اینه دیگه، هم چیزی شما مد نظر شما چیزی دیگه من نمیدونم. یه نکته کوتاه میگم آقای سکویی، آره میفهمید ببین آقای سکویی هم یه نکته‌ای دارن. آره ببین نکته کوتاه بگم، هدف من اینو متوجه هستم، نسل قائلان به قرائت حکومت دینی و حکومت اسلامی اساسا خب یک فرقه دیگه، مثل داعشی ها آدم کشی میکنن، میگن هدف به هر قیمتی هر وسیله هم توجیه میکنه دیگه. شما از این تباران هستید، بله ما واسه همین زحمت زیاد داریم، ملت داره تقلا میکنه، شما رو پس برونه، شما مرتکب انواع تبهکاری ها میشید، روزی روزگاری باتون به دست ملت رو سرکوب میکنید، روزی در دیار دیگری مدل دیگری اتخاذ روی کرد میکنید و میگید که اینها مصادیق میدانیه، چه میدونم خونم میریزید خونم میخورید، همه کاری هم میکنید دیگه. خب این جناب عباس‌زاده، جناب عباس‌زاده یک طرف متهم کردن که کار نداره، که بجز 98 که من کف خیابون نبودم. حالا فقط که شما نیست دیگه، شما یارانتون داره لو میده اینجا دیگه. جناب عباس‌زاده روزه میان آقای دریزه بدین، شما از روزه داره میان. من فکر کنم آقای دکتر سکویی نکته این در باب همین صحبتی که کردین دارن. آقای سکویی بشنویم شما رو. بله حضورتون عرض کنم که واقعا من تأسف میخورم از این که بگم این آقای دده یا دده یا هرچی که از هموطن منه. ایشون فرمودن که ما 13% دد هستم جناب سکوی. دد حالا هر چیزی که هستی سپاه سایبری کاگبه و پوتین دیگه ریختن اینجا. بذارید من صحبت هم دد اینجا به معنای مرده است تو فرهنگ انگلیسی. تو زورتون عرض کنم که ایشون فرمودن که ما 13% بودیم ریختیم تو خیابون، شورش کردیم، کشور رو گرفتیم. چرا الان شماها بر اندازه همچین کاری رو نمیتونید بکنید؟ منظور ایشون این بود. ببین ما اون روحیه وحشیگری، آدمخوری، سروری، یعنی من اگر روزی در ایران موفق شدن ملت من
این کثافت ها رو پایین بکشن بیایم تو ایران. من خامنه ای رو اعدامش نمی کنم، من مشتبه رو اعدامش نمی کنم، من هیچ کدوم از این آخوندها رو اعدامشون نمی کنم. با علم به این که 25 سال پیش گفتم تا آخوندکشی تو ایران شروع نشه ایران ما آزاد نخواهد شد. به همین جهت تمام شماها رو ریز و درشتتون رو حساری دور چیه اون چیه لوت کجاست توی کبیر بزرگی حسار میکشیم همه تونه میریزیم اونجا مثل یه باغ وحش. در ارتباط با صحبت هایی که سرکار خانم سهیلا بسیار نازنین پرداختن بهش، گفتن من با صحبت های اولیه آقای سکوی موافق نیستم. خب اونم من درک میکنم چرا، چون من از دین خواهی و دین خویی و اعتقاد به همین علی و حسن و حسین و محمد و جعفر و صادق و 1200 سال پیش یه گروه آدم کش آدم خار تو بیابونا میرفتن سر هم دیگر رو میبریدند. خب اونشون هم اگه تو ایران هم باشن صلاح نمیدونن که خب ارجاع بگم من نشستم اونجا آقای سکویی در این مسائل صحبت. اما در مورد مسئله بقی شد، ببینید که خسرو جان، جناب عباسزاده عزیز، یه قشری از این جامعه، یه قشری از این جامعه واقعا توانمند نیستن در حل و فصل این که این دین اسلام چه بلایی داره سرشون میاره، برای اینکه انقدر در اعتقادات پوسیده خودشون قوطه‌ور هستند. یعنی بنده که دارم اینجا تو آمریکا زندگی میکنم، حتی فکر این که بگم مثلا برای حسین ابن علی یه برم تو توالت رو بیام نمی کنم. این کارو میخوام خدمتتون عرض کنم خانم سهیلا عزیزم، یه قشری در ایران دارن کار میکنند، اداره میرند، تو اداره جات کار میکنند، توی محلهای خصوصی کار میکنند، تمام اینها به نحوی از انها زنجیر حکومت اسلامی به دست و پاشون، تو شناسنامه شون مهر میخوره وقتی میرن رأی میدن، هزار مسئله دیگه مجبور میشن برن انجام بدن صرفا به این علت که همین کاری که دارین روزگارشون رو میگذرونه، روزیشون رو داره میگذره از دست نده. من اونو درک میکنم، حتی بهش احترام میگذارم، اما از اینی که شما بیایید بگید ما دنبال روزنه هایی هستیم که کوچکترین تغییری هم بتونه ایجاد بکنه، کدوم روزنه خانم؟ شما شخصیت بسیار بسیار پژوهشگری به نظر من اومدید، تاثیر کرده هستید. مگه شما به عنوان یک ایرانی که 40 ساله، حالا شما 20 ساله، یه سری 30 ساله، یه سری 40 ساله، یه سری 45 ساله زیر گیوتین این حکومت کثافت هستن، دیگه این تجربه رو پیدا نکردی وقتی میشین این کثافت ها میشستن با هم دیبیت میکردن با هم حرف میزدن، ندیدید همین پزشکیان که پزشکه ولی مثل یه لات چاقوکش سر گردن صحبت میکرد، از هر نصف حرفش عربی حرف میزد، نصف دیگه شو میبود من نوکر امامم، من نوکر خامنه ایم، من نوکر ولایت فقیهم. چه روزنه ای میخوای ببینی؟ مگه شما باور داری که اون 3-4-5 میلیونی که رأی دادن پزشکیان اومد رئیس جمهور شد یا خامنه ای کشیدش بیرون؟ شما هنوز به درک این حقایق نرسیدید؟ سلابه به گردنشون انداختن، من میدانم، ما میدانیم. اما در ارتباط با رایان عزیزم که گفتن ما باید تلاش هامون رو بیشتر بکنیم، ما باید ادامه بدیم، چی رو ادامه بدیم رایان؟ چی رو ادامه بدیم که یک باره مثلا یه خانومی میاد نمیدونم همین یارو موفرفریه و اون یارو نمیدونم از کانادا و یه دفعه اینا سر در میارن و میلیون ها دلار پشتشون میریزن، زن زندگی آزادی رو نابود میکنن؟ ثمره هزاران هزار قتلی که حکومت اسلامی تو زندانهاش داره دار میکشه روزی 50-60 نفر رو که اونی که ما میفهمیم، چی رو ادامه بدیم؟ بازی هایی که در تخت نرد سیاست باختیم رو باز ادامه بدیم؟ نشستیم چه گلی در کدوم بوستان بروید که ما بتوانیم بویی ازش استشمام بکنیم؟
کدوم آدم تو ببین شاهزاده رضا پهلوی مثل این قلب تو سینه من، ازش انتقاد میکنم. هیچ کسی هم تا به امروز به اندازه من جرأت انتقاد تا اون حد از من نداشته. حالا چرا یه سری هم هستن که امروز بزرگترین مدافعان شاهزاده رضا پهلوی همین بنجلا و کثافت های حکومت اسلامی هم که اومدن این و میگن خب اگه این 10 سال دیگه هم زنده باشه حکومت ما 10 سال دیگه هم میمونه. خب یه رویه جدید، یه سیاست جدید، یه روش جدید، نافرمانی مدنی حتی تا 100 سال دیگه. ما ایرانی ها تو همین کالیفرنیا که من زندگی میکنم بالای $5 تریلیون اسست داریم، پول نقد داریم، $5 تریلیون. یه رهبری درست حسابی داشتیم نمیتونست $1.5 تریلیون $1,500 میلیارد اینجا پول جمع کنه بریزه بده به پای اون مردم در درون ایران که به پا بخیزن، نه اینکه خفت یک روز قضا رو بکشن. چرا خودمونو گول میزنیم؟ البته من موقعیت شاهزادم رو درک میکنم، تو آمریکایی داره زندگی میکنه که کارتر بدنشو برد بیرون، کلینتون با آخوندار حال کرد، حاج حسین اوباما اومد میلیاردها دلار بهشون پول داد، این مرکی که بایدن گوزو هم داره باشون رقص میکنه تنگو میرقصه، بهش هم گفتن صدا در بیاد مثل داداشت میکشیمه. خب از در این صورت ایشون بعد 20 سال پیش میکشید کنار میکن من نیستم. من حرفام رو سند و مدرکه، مسائلی رو میدونم که هنوز به خاطر وجدان و عشقم به رضا شاه کبیر و پدرم قلبم محمد رضا شاه صدام در نیمت. باید بیاییم دستای همدیگر رو بگیریم. ما کسی رو نداریم فاینانسیر باشه. چرا؟ من خودم 30 سال تو بزرگترین فاینانشیال اینستیتیوشن های این کشور کار کردم در رده های بالا. بیایم جمع بشیم. 27 سال پیش به شاهزاده گفتم تو همین لس آنجلس ما یه صندوق ملی میخوایم. گفت آقای سکویی میگن پول دزدیدن و برد. پس این رهبری نیست. اون ملت داره تازیانه میخوره. اون ملت داره شکنجه میشه. خونواده ای در درون کشور من نیست که بچه اعدامی نداشته باشه. من تمام. خیلی متشکرم جناب سکوی عزیز، چون همایل یه لحظه که خصوص خواهی میکنم همایل بودم که بحث به چرخه، هم به هر روی دوست و دشمنانی هستن که وقتی نقد به شاهزاده پهلوی و اونم عرصه مالی اینو که مطرح میشه یک بهانه های خیلی غیر منطقی رو استنباط و استشمام میکنن و دوست دارم که دیگه بسته بشه. فقط یک نکته بگم که اینجاست که افرادی مثل خودم با شما آقای سکویی اختلاف دیدگاه هایی داریم یا بخشی از طبقه نخبگانی. ببینید مثلا میگه که یک ثروتمندی نیست که مثلا اینقدر پول بده نمیدونم داخل بفرسته و مردم قیام کنن. خب اینا هم بحث دیگه، بحثای آکادمیک و علمی میشه، یا خانم الهام اینجا بود اشاره کرد واقعا که انقلاب یک بسته بیرونی نیست که صورت بگیره، که باید همه مؤلفه ها آماده بشه، اون پابلیک دیمند کاملا فراگیر بشه، جمعیت بهمناسای میلیونی در میدان محقق بشه. قطعا شاهزاده رضا پهلوی اینها رو میدونه، به مؤلفه ها و به زیر ساختارهای به زیر فاکتورهایی که ریز فاکتورهایی که لازمه برای یک تغییر عظیم هستن کسی دیگه. من میفهمم دغدغه شما رو میدونم، به هر روی آسمان بریم زمین بیایم، علمی حرف بزنم، ادبی حرف بزنم، فاخر حرف بزنم، نزنم، بلایی که در 57 بر ملت ایران اومده خواهی چیز مخوفیه، یعنی اصلا تصورش سخته. باید جامعه ها در آن، باید گریه ها کرد، باید پیران ها باره کرد. یک کشوری رو بوده شد دیگه، گرفتن یه گروه داعشی خوش اقبال، البته داعشی ثانی در عراق، خب بدبخت بودن که دنیا علیه اونا ریق به تبیری اجماع کرد. داعش نخست که پدر سالارشون جمهوری اسلامی بوده دیگه، خوشبخت بودن چون گفتمان های ترکیبی رو با خودشون داشتن، مثلا گفتمان چپ رو داشتن، حالا طبقات مختلف بودن. علی حالن با همه این رنجی که بر ملت ایران تحمیل شده، نهایتا برای اون تغییر بزرگ بایستی خیلی از مؤلفه ها مهیا باشه، نه پول، نه یک چمدان پول، نه توسط چند ثروتمند که برن به مثلا قیام ایجاد بکنن. خب اینا مسائلی است که به لحاظ علمی جای بحث و بررسی داره. من پوزش میخوام از آقای کیخسرو
این بخش رو اینجا میبندیم، چند تا عزیز صحبت کنن که دیگه کم کم به سمت یک نوع مدیریت انتهایی هم حرکت کنیم. بله، من به نامه آقای تاج‌زاده به من یاد بنداز که من هنوز نفهمیدم. آره حتما میخواستم به اونجا هم برسیم. خب من توی لیستم الان دارم جواد رو میبینم، آقای زمانی، بعد آقای جک هم خواهیم شنید، و قبل از اینکه آرتا رو بشنویم یک سوالی هم اینجا مطرح میکنم. آقای جواد جان اگر هستی بپرسو. من فقط جواب اون خانم رو دادم که غیر مطلع و ناآگاه صحبت کرد. آره ایرانی نداره، حالا برسا یه مسائلی پیش میادش. خب نکردم، منظورم اینه نه میدونم موردی نداره. آره گذشتیم. بس یه پرانتز اجازه یه کامنت رو به من بده، من بیشتر شنوندم چون این بحثا انقدر تکراریه. اینا رو شنیدیم، آقای سکویی هم این حرفا رو 20-30 سال زده، هیچ تهش هیچ سودی نبوده، هیچ یعنی هیچ خروجی نداره، کانکلوژنی نداشته آقای سکویی، و همچنین این گفتمانی که رایان دنبالش هست هیچ نتیجه نخواهد داشت. خیلی ساده و راحت صحبت کنم خیال همه رو را... جانم آقای سکویی. بله مایکتون بسته شد آقای سکویی، اگر نمیدونم اون چیزی که فکر کنم آقای صفی خواستن نکته بگن احتمالاً دچار باز تردید شدن. درسته. تدبیر تازه کردن. درسته. بله تردید، همیشه تردید در گفتمان‌های مخلوع وجود داره، گفتمانی که خارج از دو واقعیت. گفتمان قاطع چیه؟ گفتمان قاطع اینه که در 88 باتون به دست باشه مردم بزنی، در 98 طرفدار مردم بشی. این چه حرفیه؟ آقای عباس زاده، ما حال... به یک حد و حدودی رسیدیم مزدورای کثافت حکومت اسلامی دهان باز میکنن، گند دهانشون رو حتی پشت میکروفونمون هم میشنویم. بله اینو این حالا چه سودی داشت؟ شما شنیدی آقای سکویی سودت چیه؟ اون میگه این همه چریدی دنبت کجاست؟ اون دنبه رو نشونه ما بده. چیکار کردی؟ جمهوری اسلامی امروز ببینید، بحث من سر اینه که شما اگر میخوای مبارزه کنی باید واقع‌گرا باشی. راه مبارزه با جمهوری اسلامی هم اگر داعشی، آقای عباس‌زاده خطابم شماست، با داعش چگونه مبارزه کردن جهان؟ من حضور داشتم در سوریه در اون موقع. خب چگونه بود؟ چه مبارزه‌ای با داعش بود؟ همونو با جمهوری اسلامی مد نظر قرار بدید. جمهوری اسلامی طبق تئوری هانا آرنت اون 3.5% مسلح در خیابان آماده قتل عام رو داره. شما بیای اینجا هی منتظر باشی کبیر لوت رو باید بگیری دیگه. اول آقای سکویی دکتر کبیر لوت رو باید بتونی به دست بیاری دیگه، نه تو آمریکا تو لس آنجلس کبیر نوادا دستته. آقای محترم من کاملا با شما 100% با اینکه شما حکومت اسلامی چی هستی باید موافقم. حکومت اسلامی رو با زور گلوله باید پایین کشید. من تمام. بسیار عالی. خب من نمیدونم چرا خود رئوف فکرم رفتش، حالا بگذاریم. صلح خوبی ایجاد شد. بله عالی بود. آره آقای سکویی ایشون حکومت جمهوری اسلامی چی نیست الان؟ اینو بهت بگم. نه من افتادم بیرون نرفتم. نه حکومت جمهوری اسلامی که نیستم آقای سکویی. نه چی هستی رئوف؟ آخرش گفتن چی؟ حالا چی هستی که خب من گفتم دیگه اینقدر همه میدونن که ما، خودت هم میدونی که خسرو خودت بگی میدونی، همه میفهمن دیگه، آقای عباس زاده و همه میدونن ما چه تئوری رو دنبال میکنیم. من میگم یه مقدار حالا بعد بگیری دیگه، اگر میتونی نگیری اون 3.5 میلیون نفر مثلا، حالا من نمیدونم، نمیگم 3.5 میلیون نفر، شما 1 میلیون آدم مسلح آماده به قتل عام رو داشته باشی تو خیابون، میتونی 80 میلیون 90 میلیون نفر هم کنترل کنی. حالا من حرفمو زدم دیگه، اون دوستمون هم که داشت این حرفا رو میزد واقعیت رو داره میگه دیگه. طرف با پای پیاده لب خشک ظلمم بهش میشه. همینجا هم داشتیم یه آقای از میرمنصور رفتگر شهرداریه، جوری به جمهوری اسلامی خدمت میکنه، عملگی و بندگی میکنه که من ندیدم کسی در کل اپوزیسیون بخواد مثلا، حتی مثلا هیچ کس در خدمت شاهزاده ندیدم کسی داره ایشون همچین کاری بکنه که این رفتگری که داره زیر ظلم و ستم جمهوری اسلامی هست داره خدمت میکنه به جمهوری اسلامی، به عملگی استبداد میکنه. واقعیت رو اگر ببینین راه حلش هم میتونی به دست بیارین. در غیر این صورت میتونیم اینجا بشینیم منتظر باشیم یه روزی یه اتفاقی بیفته، خوش بشه بیفته، بریم کبیر لوتو بگیریم، همون کاری که لنین کرد. همتونم با لنین مخالفین. حالا لنین کبیر لوت نداشتن، فرستاد سیبری. شما همه مخالفین ولی تئوریاتون همون تئوریایه که دوستان بزرگ و ارزشمند جهان سیاست در گذشته دادند، مثل استالین، لنین. خیلی ممنون. خیلی خب بگذاریم از این مسئله. نه دوستان کامنت من نمیگیرم چون تعداد نفرات زیادی الان دیگه روی استش اصلا صحبت نکردن. عزاد بشم. خیلی ممنونم از اداره روم که چقدر داری با آگاهی
و مهربانی ادارش میکنی. بذاری درست کنم که یکی از هموطنانی که من یه شوخی میخوام بکنم رایان بدبر نخوره، چون من واقعا با تمام تفاوت سلیقه‌هایی که با شما دارم آقای عباس‌زاده، اما یه جورایی هم دوستتون دارم که اون این بعد در آینده میتونه بسیار مثمر ثمر برای شما باشه. خیلی وقت من اینو مطلعم، بذار همین جوری بهش بگم. من اولین بار که این رفتاراتو میدم گفتم که به قول حافظ میگه گرچه میگفت که زارت بکشم، میدیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. شما همیشه نهانش نظری با من دل سوخته بود. ابسولوت. حضورتون عرض کنم که یه شوخی دیگه بکنم. دیگه خدا رحم کنه، شرک هم دارم. حضورتون عرض کنم که یک هموطنی اومدن گفتن شما 30 سال آقای سکویی حرف میزنید، چیکار کردید؟ چه اهدافی رو توانستید به دست بیارید؟ تو همین دهکده کوچک کلاب هاست هر زمان که فرصت به من یاری میده بیام خدمت هموطنان بسیار نازنینم، این جوی یعنی خوشی، شادکامی و استقبالی که گروه کثیری از هموطنان من در هر تالاری که من میرم نسبت به من از خودشون نشون میدن، سرمایه ایست برای من که در تمام لحظات زندگیم در تنهایی خودم در آینه زمان خودم دست هامو میگشایم و تک تکتون رو در بغل میگیرم و میبوسم. هیچ کس در این کلاب هاست وجود نداشته که در رومی تالاری بره و به اندازه سعید سکویی براش گل و قلب بفرستد. همین مسئله در درون ایران در طول 25-30 سال گذشته در بین بچه های دهه 70 و 80 در جریان. من تو این آمریکا که زندگی میکنم از یه زندگی نسبتاً کوچولو خوبی برخوردارم، برای اینکه 50 سال پیش با درجه لیسانس اومدم اینجا، فوق لیسانس هم رو گرفتم، دکترام رو گرفتم، 30-35 سال کار کردم و الفبای زندگی در این آمریکا رو یاد گرفتم. با کی میتونم دست به یقه بشم، با کی باید کوتاه بیام، آمریکا رو میگم. در درون ایران همون 6-7 سال تلویزیون آریامر کار خودش رو کرد، چون سعید سکویی همینه که در اون تلویزیون به درون ایران فرستاده شد. ما خیلی کار کردیم، ما که میگم یعنی من، و در دل بچه های دهه 70 و 80 در درون ایران و به تازگی دهه 90 جا خوش کردیم، به ما امان دادند، بنده رو پذیرفتند. 99% کسانی که در این کلاب هاست هستند به جرأت خدمتون میگم خودخواهی نمی کنم، خودپرستی نمی کنم. در ایران کسی نمیشناسه اینا رو، ولی سعید سکویی رو پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، مادرها، پدران و فرزندانشون میشناسن، چون تنها شخصیتی بود که حدود 20 و خورده سال عکس خامنه‌ای و خمینی و همه این دیوسا رو جلوی دوربین تلویزیون هفته یک بار با آتش نشید. آقای فخرآور بیشتر از شما میشناسن آقای سکویی. من اینا آقای فخرآور، آقای فخرآور مزدور کثافت دستگاه‌های اطلاعات امنیتی حکومت اسلامی است و من تو همین کلاب هاست تیکه و برش کردم. نه میگم مردم ایران میشناسن. نه اومدی کلا ببری توی سمت دیگه. راوشان آقای فخرآور رو نشون میده. آقای آقای محترم، شما که دارید صحبت میکنید، شما رو که نمیشناسن به اندازه آقای فخر. شما میگی از آقای فخرآور. آقای سکویی کمتر از شما اگه نشناسن خیلی بیشتر میشناسن، حداقل فحاشی مستون نمیکنه. بله
کسورشون ارز کنن که تو باز کرمه تو بریز بیرزن کسورشون ارز کنن. حالا اگه من پیرم که تو از من حالا دفونگاز هم دیرتری که چی میگی؟ آقا که خسرو همه رو باید درد بگی دیگه، نمیشه که خودش از همه بدتر. نه آخه ببین الان نمیشه که الان اصلا موضوع یه موضوع دیگه است. جانم آیا مرشون صدای این پیرزن رو به من خواهشانی مدیری صحبت نکنید آقای سکویی عزیز. خواهش کردم مزید دندون آریه ها تو اول برو پاک کن بعد بیا. زنی که من دندون آریه ندارم بزرگ آریه آقای رعوف نکن این کارا رو عزیز. مگه رعوف شما رعوف من شما مادریتور کردی؟ نه 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 من الحمدلله این کار خوب نیست که شما دو تا خب من میشید. که مدریتور نیستم آقای عباس زاده، من خودم که رؤوفم از آقای نه یه کاری میکنه اصلا. نه من خودم میرم از اتاق، من فقط اومدم بهش بگم خیلی به خودش کردیت نداره، برای خودش دل نشون الله میکنه. چیکار کنم مثل بابایی تو بنم از سیاهی بود نه فشو تو بابای من که میبینی دلاراست میشی تو به همه لس آنجلس دیده تو چجوری جلو بابای من دلاراست شدی دیر سگ ادب و رعایت کن. من به پدر مادر تو هرگز توهین نکردم، اون بیچاره نمیدونم چه گناهی کردن از دست تو. دوستان ببندی مایکا رو، ببندی مایکا رو، اینجوری فایده نداره، من مجبور میشم دیگه. رفتم راستن آیا سکویی یه دوتی کنی اصلا دیگه نپردازین این صحبتی که شنیدین رو کنترل دوستان کسی هم اگه وسط صحبت های آقای سکویی بپره وسط الان من هدایت میکنم پایین. حالا هر این خانم این خانم سکسوله همون مرتی که زن فخرآور چواکش. ببینید من 30 سال پیش گفتم که من اعتقاد دارم کلیت این رژیم جنایتکاره، از رهبرش گرفته تا اراذل و اوباش اصلاح طلبش. اولین برنامه من در تلویزیون آریامر که اینجا دارم دیدینش، گفتم این حکومت یک حکومت لومپن صفته. کی؟ سالهای پیش من گفتم این رژیم رهبرش اراذل و اوباش اصلاح طلبش، سپاهیش، بسیجیش، اطلاعات امنیتیش و همه اونهایی که برای یه لقمه نون به دام این رژیم افتادن لومن. دوروبری ها چی گفتن؟ تلویزیون های لس آنجلسی و لندن نشین چی گفتن؟ به ملت ایران فریاد زدم چه بلایی بر سرتون آوردند که حس و انسانیت و وجدان بشری رو از شما گرفتند و بزرگترین جنایت های ضد بشری در کنار گوشتون داره انجام میگیره، بی تفاوت از کنارش رد میشین. چگونه با اعمال خاموش خودتون مهر تایید بر جنایت پیشگان میزنید؟ از همون آغازی که همین آخوندهای دیوز با همین مجاهدین مریم لچک و مسعود واجبی اومدن کشور ما رو نابود کردن. اگه مجاهدین با اینا نایمدن جلو ما خواستش بیارو آقا به من نخست وزیری کنم گاه بخور برو کنار مسعود واجبی رو با کشیده انداختنش کنار. همون چینه که به اون آخوندهای پوفیوز دارم به این گوام دارم، اینا به ما خیانت کرد، اونا هم به ما خیانت کرد، دوباره همین اینا میخوان بیان بعد از این رژیم حسینیه و نمیدونم اربعین و مرعین و با چکمه و بابا نمیدونم لباس کمونیستی نمیدونم اسلامی و اینا بیان ظهر مردم تو خیابون با کشیده بزن نماز بخونی گاه بکنی بدر سگا لچک مچک دیگه تو کشور من نمیادی در این سابره. از همون آغاز کودتای 57 انگلستان، فرانسه، آلمان در گوادالوپ که اینا رو آوردن به ملت ما تحمیل کردند، بزرگترین جنایت های ضد بشری در کنار گوش ملت ایران انجام گرفت و بسیارانی بی‌تفاوت از کنارش رد شدند و با اعمال خاموش خودشون مهر لومپنی بر جنایت پیشگان زدند. این زیادشون تو همین لس آنجلس و لندن و پاریس و این ور نشستن پوفیوز های پدر سک همه شونه میشست. جناب آقای سکویی عزیز ببین نقد یه بحثه، نحوه بیانتون من صحبت هم تموم نشده آقا.
اجازه بدید صحبت دام تموش. من رسما به شما اعلام میکنم آزرده شدم از اون عبارت پیرسکی که واسه زنی به کار بردی. برای اینکه شما نمیدونید اینها دارن خواسته و ناخواسته، دانسته و ندانسته، از حکومت اسلامی دارن حمایت میکنن. مرتیکه ای که میاد میشینه میگه من همین چند دقیقه پیش با بی بی نتانیاهو صحبت کردم، بهش دستور دادم که این عملیات باید الان انجام بشه. کاملاً حرف در بوده. مرتیکه دیوسی که میگه من دیشب تو کاخ سفید با آقای ترامپ نشسته بودم، گفتم دانالد این کار دور یه زنی بیاد. آقا دیوس بود مثل تو زن و بچه‌ش سه ماه آواره نمی‌کرد. بابا گاو بخور هر روز زده. گاو بخور تو هم مزدوری. حوصله‌تون نداره. ببین آقای رایان عباس تو خوب میدونی من کیم کجا ایستاد. خوب میدونی دکتر من میشتو ای عباس بدا شرمنده. من گفتم ایده و کلامت چیه که مثلا ما مردمی که بتونی اتحاد کنی، ولی مثلا اگر همین جور حرفا باشه دقیقا این میره تو قالب آب. آقای یاقی ببین چجوری ما رو کشوندن به این بساط. ما همشون میدونیم، باور کن من میدونم، حتی سپاه پاسداران نامه آیت الله خمینی رو نداره. اینا کلی بله. این خانم اومد، این خانم من 50 ساله میشناسمش. آقای رایان عباس اصلا نمیدونه کیه. چرا میدونم عزیز دل؟ نمیدونی، اگه میدونستی به من نمیگفتی. این خانم الان سکتوله یه مزدور حرومزاده حکومت اسلامی که من درب و داغون کردم. این کسافت ادامه بدید. من آقای کیخسرو عزیز دقایق از اتاق نیستم، تمام شدم. نه نیست، نه شما باش، من دارم میرم، شما باش. نمیشه هر دوتامون باشیم با متد مطلوب تر صحبت کنیم. اصلا آقا تو اجازه دادی این مسائل پیش بیاد؟ تو اجازه دادی ما داشتیم یه روم خوبی رو. حالا من خواهش میکنم از این مسئله کلا بگذریم. من چی اجازه دادم؟ مثلا روحم خبر نداشت وقتی اینو اومدن دیدم شما دعوا دارید. آره آیا عباسی برسون اون لحظه من نبودم هستم. این خیلی جالب بود، تعجب کردم. حالا ایرانی نداره آیا کیخسرو جان؟ بگذریم جانم. من الان حدودن این رو به اهورامزدای ایران سوگند میخورم. من حدودن الان 5-6 ماهه شاید به ندرت هفته ای دو هفته یک باری دو سه روز در منزلم باشه، دائما در سفر هستم. یعنی که من بودم اونجا باهات دائما دوست. نه نه شما خسته میشید. یه دعا دادنم مسائل کمپین آقای ترامپ و برو و بیا و اصلا مسائلی است که من در طول این 6 ماه گذشته 5-6 سال 7 سال واقعا رو سنم افتاد. شوخی نیست. امروز یک باری دیدم رایان عباس‌زاده، من از محاورش از صحبتاش خوشم میاد. اینجاست کیخسرو، خیلی دوستش دارم کیخسرو رو. اومدیم و با هم صحبت کردیم، بحث کردیم. این خانوم رخسان گنجی من دوستش دارم. 50 سال ما تو این شهر 40 خورده ای ساله با هم فعالیت سیاسی کردیم. بیش از 20-25 سال تو زیرزمین ها پرچم ساختیم، فریاد جاوید شاه زدیم. بزرگترین مرکز این شهر تو دست ما بود. چطوری همچین زنی با یه همچین پدری که تا همین امروز من از پدر ایشون تعریف کردم، احترام گذاشتم، یه دفعه میره طول سگ یک بچه مزلف کسافت کونی به نام نمیدونم یارو میشه؟ من که اون مرتیکه رو میشناسمش، که من که به اندازه یک دونه اتاق مثلا 2x3 متری از این مرتیکه فایل دارم، دقیقا میدونم کی به وزارت اطلاعات پیوسته، کی این رو آوردنش، کی آوردش، چه پولی خرج شد تا به این آمریکا اومد. تو این آمریکا تو میری 10 گرم مواد مخدر میفروشی، FBI نگات میکنه، حواسش بهت هست. 2-3-4 سال تو داری این کاری میکنی، پخش میکنی، به تو کاری نداره. نشسته اینه اون بزرگه کیه که به تو میده و بعد اون بزرگ بزرگه که دکتر جان
دکتر 2400 نفر تو این روم من همه به گفتمان شما داره نگاه میکنم. میدونم آقای عباسزاده ای که خسرو شرمنده ام، خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، شرمنده تونم. من میخوام آقای دکتر یه ایده و کلامی که واقعا بتونیم به گفتمان غلبه کنیم بر ایدئولوژی که حق با شما، حق با شما، حق با شما. حضورتون عرض کنم که FBI CIA Homeland Security SSI و بسیاری جاهای دیگه که اینجا دارن کار اطلاعاتی میکنن که نمیدن. یه دفعه مثلا میگن یه رو 15 سال 10 سال 15 سال داره برای حکومت اسلامی جاکشی میکنه که یه مهر و کشیدن تو صورت اونایی میزنن که تو این مسائل آگاهی دارن و مسائل صبر بکنی صبر بکنی تا ما کل قضیه رو بندازیم و شما اینا رو ببرین هر غلطی که میخواید فلکش میکنید. فخرآور اینجا روم میزد 7000 نفر 6000 نفر تیکه و برش کردن. این خانم رخسان گنجی نگران همون مسئله تمام شدن اونه. ما از اینا کم نداریم از این پروژه های حکومت اسلامی. حالا آقای سکویی ببینید، صحبت تا اونجایی پیش رفتش که یه عزیزی به شما گفته بود خب شما چه کار کردین؟ بله. شما داشتین اونجا رو جواب میدادین که متاسفانه یکی از عزیزان اومد. حالا یه بله خسرو جان من الان خیلی خسته آقا من اوکی خسرو تیکه زیاد میندازی به من. خب آخر داریم حالا بگذاریم از این موضوع. آقای سکویی من میگم آقای فخرآور رو جمهوری اسلامی زندان کرده، زندانی سیاسی بوده با آقای ترامپ. او مای گاد، همه کسانی که حکومت اسلامی تو زندان میندازن اینا آدمای مظلومی ان. آره این بازی رو من نکنم. یه لحظه حضور داشته باشه جناب آقای سکویی عزیز. آقای رایان جان من باید برم. نه میدونم خسته، میدونم خواستم ارائه امتحان کنم. نه دوست یک دونه اینا به قدری قشنگ ویروس میندازن توی جایی که باید بندازن و متاسفانه که خسرو آی لاف هیم آی لاف هیم. تو امروز رایان، تو امروز اونطور که باید و شاید بازی تو انجام ندادی و اینو خودت هم خوب میدونی. به همین جهت از حضورتون خداحافظی میکنم. حالا شما به من یه تشکر بکنم دکتر جان، فدات بشم جواب منو ندادی، قربونت برم. آقا ای عباس‌زاده عزیزم بزرگوارم. آقا یاقی اجازه بده. آقا یاقی اجازه بده. آقای کیخسرو عزیز، اتاقی رو با نامی تزیین میکنی و مهمانانی میاری که به محوریت اونها مباحث رو پیش میبری. اینها خیلی منطقی نیست. اساس اتاق شما دوره همی بوده. من سختمه، من خودم انتقاد دارم به اون جریانی که ایشون انتقاد داره، ولی یک کنشگر سیاسی، یک رسانه‌دار، یک کمپینر، یک آدم پرسابقه اصلا ضرورتی نیست با این لحن و لسان صحبت کنه. خب آقای جان دیگه الان کاسه گذار داره میشکنی سر من. ببین الان این رؤوف عزیز نه. که این بالا هست، شما فکر کنم یه قسمت گفتی نبودی. من اصلا نبودم، این لحظه پیش اومده دیگه. آره دیگه، ببین شما نبودید. ببین آقای رؤوف این آقای سکویی داشت صحبتشو میکرد، خب یک دفعه زد به صحرای کربلا و صحبت از فخرآور کرد و اینها. همون لحظه هم خانم گنجی اومد و یه دفعه اتاق هایجک شد، وگرنه قرار این نبود که این اتفاق بیفته به این شکل. حالا به هر روی مشکلی نیست، ولی از اینکه شما به عنوان تنها مادریتور این اتاق و فاندر اتاق یه غیر مادریتور میاد به بازی میگیره و پشتش هم داره میخنده و خودش رو آدم قابلی میبینه. بره پایین آقای رؤوف رو آقای عباس داده. اگر حالا آقا منو آقای عباس داده منو ریموف کن. آره ریموف کن آقای عباس داده. من که اجازه بدید، اجازه بدید، من که اصلا فرهنگ هدایت کردن به پایین و ریموف اینو ندارم، در کار من نیست. شما هم از دوستان بچه های کلاب هاوس هستید، جمعی شما رو دوست دارن. حالا آقای کیان با صحبت کنن. من میخوام خیلی کوتاه جناب آقای کیخسرو عزیز، حالا آقای یاقی هم رفتن، اتفاقا آدم با دانشی بود آقای یاقی، برخلاف اسمی که حالا من خیلی نپسندیدم، چشم آزاری داره، این چیزا واسه من سختمه، ولی نقدش و ورودش به بحث خوب بوده. از کردهای خوشندیش ایران دوستش هم دیدم. در هر روی اگه اجازه بدیم ما این دوست یک مهمانی مونده که آقای کیا هست صحبت کنن و عزیز دیگری با عکس دیگری اما نام مشابه آرتا صحبت کنن، بعد من یک کوتاه در رابطه با نامه آقای تاجزاده یک مطلبی داشته باشم. همین کارو میکنه. با مدیریت آقای... با مدیریت تام و تمام بر کاربری به نام عبید که میگید رؤوفه. بسیار عالی. خب من آقای یاغیرم دعوت کردم، مجدد من دادم پایین چون گفتم مایک رو باز نکنن عزیزان.
خب بریم اول سراغ آقای آرتا. آرتا رو بشنویم. من یا آرتا؟ آرتا جان هست. آقای کیا قبل از آرتا بوده ها؟ کیا الان روی استیج نیست آقای؟ شما رفرش کن، شما آقای نجاتی رو ما آوردی الان. من عجب دستم. خب آرتا جان شما یه لحظه معذرت میخوام، شما نیوردی یعنی که مگه کسی دیگه اینجا چیزه مادریتور؟ خب نه آقای عباس‌زاده، ببین وقتی دعوت رو براشون فرستاده بودن، حالا من نمیدونم از چه اتفاقی افتاده و به هر صورت آقای نجاتی هم هستن. نه اصلا من مشکلی با آقای نجاتی که ندارم که الان ببین. نه این رفتار آقای عباس‌زاده، شما خودت به من این وایت دادی که به هیچ وجه این رفتار ناصالحانه. من چجوری اومدم بالا؟ اجازه بدید حالا اگه اینجوری با این راحتی داری مثل خود رهبر معظم رهبری سی آقا شما این باید دادیم دقایقی پایین باش با عرض معذرت تو اتاق من از این بار. ببین آقای کیخسرو، آخرین باری شده که من اتاقت اومدم شما رفتار ناصالحانه‌ای داشتید، ناصالحی رو دعوت کردید که به دروغ در جنب من گفت که شما دعوت فرستادید. اگر با رؤوف پشت خط شوخی و مزاح دارید من در این دائره نمی گنجم، برای همیشه هم خداحافظتون. اصلا واقعا من تعجب میکنم آقای عباس، انتظار از شما ندارم اینطوری برخورد بکنین. آقای عباس حالا تشبردم پایین به خاطر شما. نه اجازه بدین آقای کیا، بذار من اول یه نکته رو بگم این وسط. آقای نجاتی فکر میکنم اون روی لیستی که دوستان رو اکسپت میکردیم، آقای نجاتی هم اکسپت شده. حالا به قول آقای عباس زاده ایشون شاید نکردن، شاید من کردم، ولی این بحث این نیستش که حالا من دعوت فرستادم برای دوستان و اینا. کسانی که دستاشون رو بالا گرفته بودن ما همه رو اکسپت کردیم. این یه نکته. من واقعا انتظار ندارم حالا آقای عباس‌زاده یه مقدار فکر کنم از کوره در رفتم، من مجدد دعوت میفرستم، امیدوارم که تشریف بیارن. فرصت این اتاق هم حالا همونطور که خودشون هم ابتدای هم گفتن اصلا به درخواست خود آقای عباس‌زاده بود. من دوست داشتم که حالا ایشون هم یه صحبتایی رو مطرح بکنن. آقای آرتا من شما رو توی لیست الان دارم میبینم کنار من هستی، بعدش کیایه. حالا من نمیدونم اگر میخواین کیا رو بشنویم بعد برسیم به شما آرتا جان، اگر که عذر میخوام جناب که خسرو براتون آرزوی موفقیت میکنم. من مرسی کیا جان، شما صحبت رو بکنم. خیلی ممنون. من حقیقت چون اسم آقای عباس‌زاده رو دیدم بالا، دروغ چرا بگم، به خاطر ایشون اومدم، با اینکه واقعا علاوه اندیشه متفاوت. آخه کیا جان ببین الان حرفو ببین، آخه ببین الان حرفه، حالا نمی اومدی، من الان واسه فرق غیر، نه نه وایسا تو واسه هر سری تو تو ما هستی. آخه من مثلا آره، ولی الان عزیز من توی اتاق دیگه بودم صحبت میکردم، ولی چون اگر نمیگم تو اتاق شما نیام، ولی چون اسم ایشونا دیدم نه من اتاق شما میام و الان به خاطر ایشون اومدم. آقای یه لحظه ببخشید، منم به که خسرو عزیز، ببین که خسرو زحمت داره میکشه، آقای عباس من... کار درستی نمیکنی. شما جب اتاق میگیره شما رو، یه تعداد که میره بالا و چتروم و اینا تأثیر میذاره توی برخوردتون. این کار آقای عباس‌زاده رو من درست نمیبینم، چون خودم اتاق همیشه میذارم و با ایشون هم صحبت میکنم، قرار میذاریم. ایشون سریع به خاطر اینکه محیط اتاق و این اودینس براش انقدر اهمیت داره، به نظرم این زحمتایی که خسرو رو نباید اینجوری پایمال کرد. منم یه صحبتی میکنم، مایک باز میکنم، بی اخلاقی کلاب هاوسیه. یعنی نه بزرگوار، شما ده. یک بزرگ رو شفاف بهت بگم، مثلا شفافتر شفاف، شما یک عنصر تماما آدمی است که فاسد و فساد بازی کردید پشت خط، یا منو نیاز نیست مادریتور کنی و یک بازی راه انداختید و فاسدان اصلا تو که کارمت مشهوده. من یه ارادت عاطفیم در طول مدت ها ایجاد شده بود از محضر یکایی که مخاطبان پوزش میخوام، اصلا من چطرمون لحظه میدیدم و با این ادبیات و عبارات هم نمیتونی حقانیتی که این جانب دارم و بلاحت و فسادی که مرتکب شدید رو بخوای بپوشونی. شما حتی اومدی پیام خصوصی دادی در نهایت قباحت از جنس ولایت فقیه، برگشت گفتی قدرت منو دیدی، تو انسان انداختی به جونم، خوشحال بودی. این یعنی فساد، این یعنی سازمان اطلاعات سپاه، این یعنی جمهوری اسلامی، این یعنی ولی فقیه، این یعنی پشت سر پشت صحنه با هم با تاختن و با هم باختن و با هم بودن. این یعنی فساد. همینو یک کلمه. هیچ هم نه جو ما رو گرفت نه هیچی. من با فاسدان نمی، ما یک راهی داریم. برای من ایران مهمه، برای شما که مهم نیست اصلا. شما با حالا بگذاریم دیگه، بیش همینقدر کفایت هم میکنه. من پوزش میخوام آقا کیای عزیز که دیگه نیستم و از پایین شما رو میشنم. خیلی ممنون. نمیدونم اجازه بدین آقای کیا، آقای عباس‌زاده من نمیدونم چرا من واقعا دارم یواش یواش دارم قاطی میکنم، خیلی روک بگم.
من واقعا اصلا پوینت آقای عباس‌زاده رو نمیگیرم برای اینکه دارن ببخشید بد اخلاقی با من میکنن. دوستان ببینین یه واقعیتی وجود داره، خیلی هم از ما درخواست میکنن آقا چرا نمیدونم اتاق نمیزنین اتاق میزنین و اینا. من برخلاف شاید خیلی ها خیلی رک بگم، خیلی ها علاقه دارن رفته توی نمیدونم یه نوع مریضی انگار کلاب هاست، درسته یا نه، که اتاق بزنن 48 ساعته بشینن اینجا نمیدونم فلان کنن. نه به خود من فقط اگر قرار باشه اتاقی بزنم فقط به خاطر این هستش که فکر میکنم جاش هست، اگر صحبتی باشه دوست دارم دوستان بیان صحبت بکنن اینا، وگرنه این چیز ببخشید دندونگیری برای من نوعی نیستش که حالا شما بیاین نیاین نمیدونم روی استیج ما بیاین روی استیج ما نیاین این صحبت رو بکنین اون صحبت رو نکنین. و من واقعا تعجب میکنم، حالا من از آقای عباس‌زاده واقعا انتظار نداشتم، حالا این صحبتایی هم که کردن، من که از ابتدای این اتاق تا همین الان با کسی هم پشت چنل و اینا اصلا صحبت نکردم، همین اتاق رو ران کردم تا همین لحظه، برسا کم لطفی دوستان دیگه، من انتظار این رو نداشتم، ولی خب هیچ ایراد خاصی هم نداره. خب آقای کیا شما صحبت رو بکن، آقای یاغیرم من دوباره دعوت فرستادم اومدن، بسیار عالی، آرکان رو دیگه اتاق رو ببندیم. من فقط سوء تفاهم نشه که خصوصا من همیشه اتاق شما اومدم، ولی امروز رو گفتم چون من در یه اتاق دیگه صحبت میکردم و شما منم مدام به هیجان کرد، در صورتی که من صحبتام تموم شد یه آقای اومد بالا بدون اینکه نوبتش باشه مایک رو باز کرد و اون نظریه به من پرخاش کرد. شما من یه خواهش از شما دارم، شما به قول آقا رعوف خیلی زحمت میکشید و با این زحمات آدم قد بدونه، ولی شما من خواهش من یکی از ایرادات خودم هم میگم آه کلی اینه که به حرف همدیگه گوش نمیدیم و یک تیکه اون حرف رو مثلا میگیریم بعد و واقعا یه نظر دارم. من کلی دارم میگم، به خاطر همین منم الان گفتم با آقای به خاطر ایشون، چرا شاید تنها که ببین تو من تو اتاقای شما اگه مثل آقای این دکتر اسمشون کی بودن سر چی هستن یادم نمیدونم اگر صحبت بکنم هزار بار منو خفه میکنی، هزار بار میندازیم، این یک واقعیته هزار بار، ولی ایشون با اینکه من با خانم گنجی زمین تا آسمان اندیشم متفاوته، ولی به یک بانوی ایرانی میان بی حرمتی میکنن. یعنی اگر من این کارا در یک اتاق شماها صادر ببینید خودتون کلادون رو قاضی کنین، چون اندیشم متفاوته، یکم یک دهم این بی حرمتی رو بکنن نابودم میکنین، نابود، ولی شما مماشات دارید میکنین با کسانی که هم فکرتونن و این عادلانه و صادقانه نیست. این یک. دو، من فقط میخوام بگم این دوره همین دوستانه خیلی میتونست قشنگ باشه و در کنار جناب عباس‌زاده آدم خب یه چیزی هم یاد میگیره از شما از همه، و ولی آدم من فقط یک شعار من میگم با همه اندیشه ها میتونیم بشینیم صحبت کنیم.